با سلام خدمت همراهان عزیز کانال، وقت همگی شما بخیر. انشاءالله که خوب و خوش باشین. حسین آقا حسینی هستم و یک ویدیوی جدید از مجموع ویدیوهای بیولوژی. امروز قرار هست در مورد باکتری صحبت کنیم که در داخل دهان وجود داره و منجر به جلوگیری از پوسیدگی در حقیقت دندان ها میشه. البته این باکتری در تمامی دهان ها وجود نداره، شرایط خاصی وجود داره و گاهی وقتا باید این باکتری جداسازی بشه از بعضی از دهان هایی که داخل از وجود داره تا در نهایت توسط مکمل ها و افراد خورانیده بشه و منجر به جلوگیری از پوسیدگی دندان میشه. امروز پس قرار است باکتری رو معرفی کنیم که منجر به جلوگیری از پوسیدگی دندان میشه. اگر برای اولین بار هست که این ویدیو رو میبینین و علاقمند به موضوعات جدید بیولوژی، موضوعات جالب و کاربردی زیستشناسی و بیولوژی هستین و همچنین علاقمند به موضوعات پزشکی و طبی هستین، میتونین کانال سابسکرایب کنین و به دوستاخ هم میتونین بفرستین. خب بریم در مورد معرفی ای باکتری. قبل از اینکه ای باکتری رو معرفی کنیم، ساز و کار از او و نحوه فعالیت از او به شما توضیح بدیم، یک خلاصه خیلی کلی در مورد مکانیسم پوسیده شدن دندان در دهان رو برای شما توضیح بدیم که به چه ترتیب توسط چه عامل هایی سبب میشه که در حقیقت دندان های ما شروع به پوسیدن بکنه. در حقیقت بر اساس مطالبی که ما به صورت عامیانه میدونیم همیشه این مطلب رو بیان میکنیم که میگیم که اگر شیرینی زیاد بخوریم یا مواد قندی زیاد بخوریم منجر به خراب شدن دندان ها میشه، در صورتی که خود ای عامل تنها شیرینی نیه که منجر به پوسیدگی دندان میشه. یعنی اگر شما دندان رو در یک محیط کاملا استریل در موجودیت آب قند کاملا استریل قرار بدیم، هیچگاه آب قند یا ای آب شیرین دندان رو تخریب نمیکنه. علت اصلی تخریب دندان ها باکتری هایی هست که در دهان ما و لابلای دندان ها وجود داره و منجر به تخریب از اونها میشه. در حقیقت وقتی ما ترکیبات قندی میخوریم، دسته ای از باکتری ها داخل دهان ما وجود دارن، مثل استرپتوکوکوس میوتانس داخل دهان ما هست که از مواد قندی داخل دهان ما که ما ترکیبات قندی خوردیم استفاده میکنه و این مواد قندی تبدیل به یک اسید ضعیف میکنه، یک اسید ارگانیک یا اسید عضوی میکنه به اسم اسید لاکتیک. باکتری قند میگیره، قند تبدیل به اسید لاکتیک میکنه، تبدیل به یک تیزاب میکنه اسید، و این اسید باعث تخریب مینای دندان میشه، باعث پوسیدگی دندان میشه. پس در حقیقت عامل اصلی تخریب و پوسیدگی دندان باکتری هایی هستند که از قندها استفاده میکنن، قند رو تبدیل به اسید میکنن و اسید مینای دندان رو تخریب میکنه، باعث دنتال کریز های کریز های سیاهی های دندان میشه و نهایتا آهسته آهسته دندان رو تخریب میکنه. اگر مسواک بزنیم و بهداشت دهان رعایت کنیم، باکتری هم تعداد اینا کم میشه از بین میره، و یا اگر مواد قندی کمتر استفاده کنیم، در حقیقت مواد غذایی به باکتری نمیرسه و باکتری نمیتونه اسید لاکتیک تولید کنه و دندان های ما پوسیده نشه. گروهی از محققان دانشگاه فلوریدا آمدن نمونه ای از باکتری از دهان جدا سازی کردن که این باکتری میتونه توسط مکانیزمی که حالا برای شما توضیح بدیم میتونه استرپتوکوکوس میوتانس از بین بباره. در حقیقت باکتری شناسایی کردن که استرپتوکوکوس از بین میبره، استرپتوکوکوس که از بین رفت اسید لاکتیک تولید نمیشه و در حقیقت مینای دندان ثابت و سالم باقی مونه. قرار هست این باکتری خصوصیات از او بهتر بشناسن، دارن دی ان ای از او توالیابی میکنن، این خصوصیات بهتر بشناسن، به صورت مکمل توسط مواد غذایی به انسان ها داده بشه تا جزء فلور میکروبی دهان اینا باشه، یعنی برای همیشه داخل دهان اینا وجود داشته باشه و مثل ای که ما اگر شیرینی خوردیم او باکتری قرار هست مینای در حقیقت استرپتوکوکوس میوتانس قرار مینای دندان رو تخریب کنه، این باکتری جدید با او مبارزه کنه و او رو از بین ببره. ما حقیقا اسم این باکتری که هنوز خیلی خصوصیات از اون نمیدونن، در حقیقت به نام استرپتوکوکوس A12 اسم از اون گذاشتن. سویه های زیادی وجود داره اما این باکتری خصوصیت داره. اما به چه ترتیب در حقیقت مکانیزم کارکرد از اون به چه ترتیب هست که میتونه در حقیقت منجر به از بین بردن پوسیدگی دندان و منجر به از بین بردن این باکتری بشه؟ در حقیقت این باکتری وقتی که در دهان ما وجود داره
با تولید ترکیباتی مثل آب اکسیژنه یا هایدروژن پروکساید منجر به از بین رفتن استرپتوکوکس میوتانس میشه و استرپتوکوکس میوتانس در حقیقت وقتی از بین رفت دیگه اسید لاکتیکی هم در حقیقت تولید نمیشه و قرار هست این به صورت یک داروی پروبیوتیک در حقیقت اضافه کنن با مواد غذایی تا در نهایت برای همیشه جز فلور میکروبی دهان باشه و در نهایت بتونه این باکتری برای همیشه از بین ببره و عامل پوسیتیک دهان را کلن از بین ببره. در حقیقت باکتری استرپتوکوکس A12 وقتی که این باکتری استرپتوکوکس میوتانس را از بین میبره محیط دهان ما از محیط تیزابی تبدیل به محیط خونسا میکنه و یک شرایط بهتری برای سالم باقی ماندن دندانهای ما در حقیقت ایجاد میکنه. نتیجه های این تحقیق در جورنال Applied and Environmental Microbiology به چاپ رسیده. لینک مقاله از اون در حقیقت داخل کامنت ها پین میکنم. لینک مقاله که این مطلب علمی رو به نشر رسونده شما میتونید به اون مراجعه کنین و مطالب بیشتر در این رابطه بفهمید. پس بهترین راه برای محافظت کردن دندان یکی خوردن ترکیبات قندی کم هست که مواد غذایی بود باکتری کم برسه. دوم رعایت کردن بهداشت دهان و دندان هست و در مرحله سوم در آینده استفاده از مکمل های غذایی هست تا در دهان ما اونا رو بخوریم در دهان ما وجود داشته باشه و به ضد باکتری هایی که مثل استرپتوکوکس میوتانس اسید تولید میکنن مثل اسید لاکتیک با اونها مبارزه کنه این باکتری رو از بین ببره و محیط اسیدی رو تبدیل به محیط خونسا بکنه. اگر علاقمند به موضوعات بیولوژی هستین کانال سابسکرایب کنیم. سوال پیشنهاد و انتقاد داشتین در کامنت ها مطرح کنین. ویدیوهای ما کوتاه هست هر دو روز یک دفعه پخش خواهد شد. روز همگی شما بخیر، موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.